امروز در مورد یکی از کاربردهای خیلی مهم هندسه در علوم مختلف صحبت خواهیم کرد و اون هم چیزی نیست جز شعاع انحناء یا شعاع خمشی یا حتی خود تقعر انحناء. ببین اینا چی هست؟ چون اینا مفاهیمی است که خیلی من دیدم تو درسایی که ترم‌های بالاتر دوستان اخذ میکنن، خب اینا وجود داره و یه مقدار ابهام هست داره. ببین اشتباه میشه با هم چون شبیه به هم، من ببینم یکی معکوس اون یکی. یه بار برای همیشه اینا رو با هم دیگه یه مروری داشته باشیم. خیلی روابط پیچیده‌ای هم نداره. من کاربرداشم خیلی به شکل عملی به شما خواهم گفت و بریم داستان. یه مفهومی داریم به نام شعاع انحناء و یکی دیگه خود انحناء. یکی radius of curvature هست، اون یکی خود curvature هست. یه مفهوم دیگری هم به نام تقعر داریم که اینا با هم دیگه وقتی در کنار هم قرار میگیرن یه مقدار گیج کننده میشه. ولی کلا داستان اینه، من یه منحنی دارم که این منحنی میتونه خط جریان باشه، میتونه سطح آزاد یه مایع باشه، میتونه مسیر حرکت یک پارتیکل در فضا باشه، هر آنچه که هست. این آیا مسیر مستقیم هست یا نیست؟ خب ما خیلی کم کاربردهایی داریم که اتفاقات ما کاملا رو مسیر استریت مستقیم صاف باشن، انحنا پیدا میکنن، دچار خمیدگی میشن. حالا سوال اینه که میزان خمیدگی رو من چیه پارامتر ریاضی میخوام برای اینکه این میزان خمیدگی رو بتونم فرمولش بکنم، بتونم خمیدگی های منحنی های خمیده مختلف رو با هم مقایسه بکنم. حالا یه حتی ممکنه خیلی یه کوچولو منحرف بشه، یه چیزی یه کوچولو اینجوری خمیده یه خیلی، یا ممکنه اصلا یه خمیدگی خیلی زیادی داشته باشه. مثلا اینکه شما یه میله رو بگیرید اینجوری از دو سمتش خمش کنید، این حالت خمش کنی. وقتی اینو خمش میکنیم بیشتر میزان خم شدگی کجا ایجاد میشه؟ در وسطش ایجاد میشه، یعنی به این حالت خم میشه. وقتی شما اینجا بیشتری خمیدگی اینجاست، هر چقدر به سمت دست شما که اینجا قرار داره حرکت میکنین مقدار اون صافتر میشه و میله شما استریت میشه، مستقیم میشه. حالا از برای این مورد میخواییم صحبت کنیم که این مقدار خمیدگی رو ما میزان انحراف از شکل مستقیم، شکل تخت، فلت، حالا در حالت سه‌بعدی به صورت یه صفحه تخت میتونه باشه، یعنی سه‌بعدی هم میتونیم بحث بکنیم. برای مثال کره زمین، این کره زمین های صافه، سطح کره زمین، یا خب نیست دیگه احتمال. حالا بحث اینه که این میزان این شعاع خمیدگی این چقدر هست و اینکه منی که الان اینجا رو زمین واستادم آیا خمیدگی سطح کره زمین رو احساس میکنم؟ نه. چرا؟ چون من خیلی کوچیکم. ببین یه مفهومی تحت عنوان بیبعد سازی اینجا مطرح میشه که نمیخوام واردش بشم، ولی میزان تخت بودن اجسام یا مسیر هر چیزی، بالاخره حرکت یک چیزی منحنی، بسته به اینم داره که نسبت به چی بسنجید. شما هر منحنی رو اگه به اندازه کافی روش زوم بکنید تخت میشه. یعنی من درست حتی اینجایی که میبینید خیلی تیزه، اگه من زوم بکنم اینجا خیلی برم نزدیک، خیلی خیلی نزدیک، هر چقدر خمیدگی بیشتر باشه من بیشتر برم نزدیک، زوم بیشتری بکنم، باز هم یه منحنی تخت در اونجا خواهم دید. پس این اینو که داخل پرانتز عرض کردم که مقدار خمیدگی یک پارامتر مطلق نیست. در علوم مختلف ما اینا رو نسبت به یک طول مشخصه میسنجیم و اون رو به عنوان به شکل بیبعد از این استفاده میکنیم. رد بشیم از این اهمیت هندسه. من همیشه میگم دوستان که مهندس هستن میگن چرا مهندس آخه؟ من مهندس از هندسه میاد و به چقدر واقعا این کار بود. یکی از جنبه های هندسه است الان چیزی که مشاهده میکنیم. خب جنبه های دیگری هم داره که در درس های مختلف بهش خواهیم، تشابه مثلث ها، زوایا، خیلی تو درس های مختلف داریم. متاسفانه درسی به عنوان هندسه ما نداریم، توی ریاضی یک داریم، ریاضی داره، هندسه خیلی واجبه برای رشته های مهندسی مخصوصا. اهمیت کاربرداش رو بگم، در دینامیک وقتی یک پارتیکل رو یک مسیر حرکت میکنه که مستقیم نیست، چون تو دبیرستان شما مسیر حرکت مستقیم بود، روی میرفت جلو میومد عقب، اما میتونه انحراف داشت. من در این مورد ویدیو دارم، اونجا اتفاقا شعاع انحناء رو استفاده کردم ازش و فرمولاشو دادم که شتاب جانب مرکز رو اونجا مطرح میکنیم، شتاب مماس، شتاب به سمت مرکز. اینا همه مواردی است که در این قسمت مطرح میشه. اینکه شعاع انحناء چه جوری باشه خیلی اهمیت داره در محاسبه شتاب حرکت یک ذره روی یک مسیر منحنی، یا در مکانیک مواد که بهش موقعیت مصالح گفته میشه. ما یک تیری دارم اینجوری، بعد از اینجای نیروی وارد میکنم، این شروع میکنه به خم شدن، من تیر خم شده رو خیس پیدا کردن، این انحنا اینجا داره اهمیت. یکی از کلیدی ترین پارامترها انحنای این تیریست که در اینجا مشاهده میکنه.
که حس میکنی که اینجا بیشترین خمیدگی رو داره، مثل همین اینجایی که گفتم میگیرین خمش میکنین، چون وقتی اینی که میگیرین خمش میکنین انگار اینو به دیوار وصل کردین، اینجا دارید نیرو وارد میکنین، دقیقا میشه همین دیگه، یعنی قرینه اینو بذارید اینور انگار که دارین از دو طرف خمش میکنین. واسه این بیشترین خمیدگی اینجا انجام میشه، هر چقدر میرم اینجا صافتر میشه، مثل اینی که جسم صافی رو اینجوری بردارین بزنین روی سطحی، وقتی صاف باشه این کاملا مماس میمونه، اما اگه جسم من خمیده باشه من اینو بذارم میبینید از دو طرف معلوم میشه که این خمیده نیست. اینم مثلا یه چنین چیز صافی رو اگه من بذارم اینجا، بیشترین خمیدگی اینجاست، هر چقدر میرم اینجا صافتر میشه، یعنی اینجا انحنای اینجا میشه گفت، اما اینو بذارم اینجا مثلا میمونه که بذارم اینجا، ولی هر چقدر میرم پایین اینجوری تر میشه منحنی. که میخوام تصور هندسی پیدا کنم. یادم مکانیک سیالات تو بحث لایه مرزی در مکانیک سیالات پیشرفته ویدیوش هست، ما اهمیت داره این قضیه چی، توضیح فشار در داخل لایه مرزی با همین داستان شعاع انحنا و اینا رابطه داره، یا یه رابطه به نام رابطه اویلر داریم باز هم در مکانیک سیالات که شعاع انحنا درش وجود داره. تو کشش سطحی سطح آزاد مایعات و اینها اون کشش سطحی که ایجاد میشه مستقیما با انحنای اون سطح آزاد رابطه داره، خط جریان هم مجددا انحنای خط جریان دارای اهمیت میشه، در پای ناپایداری سرعت اینکه تغییر پروفیل سرعت چه جوریه، آیا نقطه عطف داره نداره، نه در همهش ویدیو من دارم راجع به اینا که اینجا دارم میگم، میتونید به اونا مراجعه کنید. فکر کنم اهمیتشو دیگه متوجه شدی چی هست. یه مفهوم دیگری به نام تغییر داریم که در دوران دبیرستان و اینا فکر کنم ریاضی و اینا آشنا هست، مشتق دوم تابه، یعنی یک رابطه‌ای گویا وجود داره بین مشتق دوم و انحنا، میخوام دنبال اون هستم حس رو ایجاد بکنم که چگونه است. اصولا من یادآوری میکنم یک تابه‌ای که اینجوریه مثلا به این حالت تغییر میکنه، این وقتی اینجوری باشه مثلا یک کاسه‌ای باشه به این حالت میگیم مشتق دومش مثبته یا تغییرش رو به بالاست، اما اگه به این حالت باشه مثلا یک کلاه باشه در اون حالت میگیم منفی مشتق دومش و تغییرش به سمت پایینه. خب وقتی یه چیزی منفی باشه اونور مثبت باشه پیوستن باشه طبیعتاً یه جایی حتما باید صفر باشه دیگه، به اون نقطه میگفتیم جایی که تغییر صفر است یا نقطه عطف point of inflection بهش میگن، که اینجا حالا برای مثال اینجا هست، این خیلی اهمیت داره تو پروفیل سرعت تون لایه مرزی که اون نقطه عطف باشه نباشه حالا کاری نداره. ولی اگه دقت کنید من اگه هم اینو بذارم این اول که اینجا هست خیلی انحناش زیاده، وقتی میاد یه جای اون وسط میرسه که دقیقاً در همون نقطه، دقیقاً نه اپسیلون بعد نه اپسیلون قبل، منحنی تخت اونجا. تصور هندسیش به خاطر این سخته که دقیقا در نقطه عطف منحنی من تخته، نه چون شما دقیقا اون نقطه رو که نمیتونید حس کنید، شما یه مجموعی از نقاط و چشم شما میتونه تشخیص بده دیگه، ولی در اونجا منحنی هم کاملا صاف است و دوچار انحنا نیست در اون نقطه فقط، اما در سایر جاها انگار خم شده، حالا میزان خم شدگی های مختلف داره. مثلا تابع وای مساوی ایکس رو اگر دقت کنین، خب من مشتق دومش رو بگیرم میشه 6 ایکس دیگه. این داره میگه در این مقادیر مثبت وایزگون مثبته، همونجوری که میبینید به این حالت کاسه است، این حالا همون دور معروفی است که توی داشتیم، به این حالت به سمت بالاست، در اینجا مثبت خواهد بود و در قسمت وای ایکس های منفی به سمت پایینه. در نقطه عطف ایکس مساوی 0 باشه وایزگون 0، دقیقاً تو نقطه مبدا حالا مثلا یکم شکلم یه جوری بکشم اقراقامیست که دیده بشه، منحنی من اینو همینجوری بذارم کاملا اینجوری قرار میگیره دقیقا در همون نقطه. حالا بریم سراغ شعاع انحنا. شعاع انحنا یک کمیتیست که میگوییم اگر من در هر نقطه ای از یک مسیری منحنی تابعی من یک دایره به اون یه بهش میگن دایره بوسان، این دایره شعاعی خواهد داشت، بهش میگن شعاع انحنایان مسیر. به نظر شما اگه یک حرکت یک ذره خیلی صاف باشه یا انحنای خیلی کمی داشته باشه، اگه من یه دایره‌ای بخوام برام فیت بکنم از داخل که اون دایره‌ای من نماینده اون خمش اون نقطه است، در اون نقطه فقط، یعنی در نقاط مختلف دوایر مختلف باید من به این فیت بکنم، ولی در این مثلا یه نقطه اینجا کشیدم یه نقطه مثلا اینجا کشیدم، مسیر حرکت میبینی به این حالت اومده، هر چقدر که مسیر من صاف‌تر باشه دارای انحنای کمتری باشه، در آن صورت دایره‌ای که بران از داخل مماس میشوه شعاع بزرگتری داره، مثل زمین دیگه، مثل کره زمین. من الان شعاع کره زمین یک شعاع خیلی بزرگی است، در نتیجه من اینو خیلی تخت میبینم مسیر حرکتشو، باز دارم سعی میکنم بگم یک مفهوم نسبی است، نورمالیزیشن و بیبوت سازی اینا حالا کاری نداره، ولی هر چقدر که خب اینجا مسیر حرکت تخت تره یا در اینجا مثل این جاده هایی که میخوام بریم، شما یه میدونی خیلی دور بزرگ میزنین
و یه بار هم یه میدونی است که خیلی کوچولوه، شما مجبوری سری فرمون بگیری یا پیچای تندی که وجود داره، شما سری باید توی جاده چالوس و اینا گهگاه وجود داره، گردنه ها و اینا خیلی سری باید دور بزنیم. یه خیلی مسیر خیلی شانهنای بزرگی داره و هر چقدر شانهنا بزرگتر باشه مسیر تختره. مثلا شما یک دایره ای داشته باشین، رو همین این دایره بزرگی حرکت کنین یا رو این دایره کوچیکه، کدوم باید فرمونتون رو بیشتر بگیرین؟ کدوم شما مسیرتون رو تختر و مستقیمتر احساس میکنین و دایروی بودن مسیر رو احساس نمی کنید؟ اونی که انحنای بیشتری داره شا انحنای کوچیکتری داره. امیدوارم این حس فیزیکی در شما ایجاد شده باشه. میدونی که شعاعش کوچیکتره، شما باید انحنای بیشتری در هم مسیر خود، مثلا شتابم بیشتر میشه و بعد همه تو ماشین اینجوری میشن و اینا، انجام باید سری دور بزنید و اینا. ولی وارد اونا نشید. حالا پس ما مفهوم انحنایی که تا الان راجع بهش صحبت کردیم که سعی کردم حس ایجاد کنم که انحنا با مشتق دوم تابع رابطه داره. اینو بذارین یک سمت قضیه. اون سمت قضیه یک دایره ایست که فیت شده، مماس شده و شعاع اون متناسبه و معکوس انحناست. هر چقدر مسیر تخت تر باشد، دایره ای که برام مماس میشه و شعاع کوچکتری خواهد داشت. همیشه برای اینکه مفاهیم خوب درک کنیم، سعی کنین حالت‌های حدی رو بررسی کنیم. به نظر شما من یکیشو من گفتم. یه معادله‌ای به من بدید، یک مسیری بدید، یک تابعی بدید که شعاع انحناش بی نهایت باشه و انحناش صفر باشه. ببینید من حالت‌های حدی یعنی که چی؟ یعنی توی معادله من اگه این شعاع انحنا رو به سمت بی نهایت میل بدم، خود انحنا که کمیت اسکالر دیگه، همه اینا اسکالرن، برابر با صفر خواهد شد. چه مسیری است؟ چه تابعی؟ خب مسیر مستقیم دیگه. مسیر مستقیم حالا میتونه هر شیبی داشته باشه، مستقیم باشه فقط. این انحنا نداره و طبیعتاً تقعرش هم صفره، مشتق دومی صفره، مثلا وای مساوی 2، وای مساوی 3، هرچی 2x خط مستقیم 2x رو دوباره مشتق بگیریم صفر، انحنایی نداره، تخت کامله و اینو بزنم روش اینجوری قرار میگیره کار. ولی شعاع انحناش میشه بی‌نهایت. چرا؟ چون یک دایره ای قرار باشه به یک مسیر مستقیم فیت بشه، شعاعش چقدر میشه؟ بی‌نهایت میشه. خیلی دایره بزرگی میشه از نداریم، یعنی بی‌نهایت یعنی نداره دیگه، خیلی بزرگ. حالا اون یکی به نظر شما چیه؟ حالت بعدی اینه که این دفعه شعاع انحنا صفر باشه و انحنا بی‌نهایت باشه. چه جور تابعی است؟ چه شکلی است که اینم یه جوری نداریم واقعا؟ ولی خب برای به لحاظ رو کاغذ ما باید بتونیم بررسی کنیم. یه نقطه تیز هست، نقطه تیز اگه منحنی شما دوچار شکستگی بشه، در اون نقطه تیز یک نقطه خواهد بود. اگه من این دایره‌ای بخوام اونجا به این مماس کنم، چون تیزه دقیقاً دیگه، شعاعش صفر میشه و الان به شما هم چه انحنایی داره دیگه، میگید بیشترین انحنای ممکن اینه که نقطه تیز تو مثلا وجود داشته باشه دیگه. حالا تا ما در بحث لایه مرزی که من اینجا اشاره کردم، میگوییم اجسامی که در مسیر جریان هوا قرار میگیرن، برای ما مهمه که آیا نقطه تیز دارن یا نه. مثلا یه مربعی رو، مثلا ماشینایی که قدیمیایی که شبیه اتومینیبوسا بودن، شبیه مستقیم، گوشه هاشون شبیه نقطه تیز بود، یا اینکه بدنه ماشین خیلی آیرودینامیک باشه و تغییراتش اسموس انجام بشه. و نقطه تیز هم خب ما نداریم 100%، چون هر چقدر شما تیز باشه بالاخره انحنایی تو فرآیند ساخت ایجاد میشه دیگه. اگه به لحاظ تئوریک رو کاغذ هر چقدر مسیر من تیزتر باشه، مثلا این نگاه کن اینو، حالا به شما میگم این تیزتره یا این تیزتره، شما میگی اون تیزتره دیگه، این داش دایره کوچیک‌تر شده. در حالت حدی که تبدیل بشه به یک چنین چیزی و این تبدیل میشه به شعاع انحنای صفر و انحنای بی‌نهایت دیگه، بیشترین انحنایی که ممکنه به تابع بدیم اینه که نقطه تیز داشته باشه. یه دیده کلی رو میدونم پیدا کرده باشی. فرمولاش هم حالا من نمیخوام خیلی به فرمول بپردازم، ولی خب بعد مثال فرمولاش هم میاریم اینجا. به حالتهای مختلف هست، یکی این که تابعی که داده شده به شما مثلا x و y بر حسب t داده شده باشه، در آن صورت k پس میشه چی؟ میشه انحنا. اگه من شعاع انحنا رو خواستم، شما اینو معکوسش خواهید کرد، میشود x پریم y زگون، من های y پریم x زگون، x و y بر حسب t داده شده به شما تقسیم بر اکستریم به توان 2، ولی با اکستریم به توان 2 به توان 3 دوم. مثلا اگه دایره رو من بخوام بنویسم، به نظر شما شعاع انحنای دایره در نقاط مختلف روی دایره، مسیری که مثلا یه سنگو ببندیم به تناب اونجوری بچرخونیم، مسیری که یا این دیوار مرگی که موتور سوار روی یک دیواری به این حالت، من راجبش ویدیو دارم، حرکت میکنه، خب اونجا به نظر در نقاط مختلف مسیر این حرکت شعاع انحنا چه تغییری؟ خب دایره دیگه، دایره شکل هندسی است که شعاع انحناش ثابته و برابر با شعاع دایره است اتفاقا، و برابر با شعاع دایره است.
و انحناش هم خود معکوس اون میشه دیگه. پس انتظار دارم اینجا یک آروم به دست بیارم. آر شاهد داره. چه جوری من میگم تابع پارامتریک یک دایره میشه آر کوسینوس تتا، آر سینوس تتا، آر هم یک مقدار ثابت. اینا اگه جاگذاری کنید ایکس منه، این وای منه دیگه. و جاگذاری کنید خواهید دید که جوابش میشه یک آروم و داره به شما میگه انحنا برابر است با یک آروم. طبیعتاً از همین جایی بگم شعاع انحنا چیه، میگه آره دایره، خب یک مسیری است که همه نقاطش داره شعاع انحنای آره. رابطه دیگری که خیلی استفاده میکنیم تو دینامیک و موارد دیگه مواد مسائل و اینا، این رابطه است که کا همان یک آروم است و این یه تابع وای بر حسب ایکس داده شده. چون من همین تابع وای مساوی ایکس رو برای مثال من اینجا نوشتم، خب یه چنین شکلی داره. اولا که مشتق دومش همیشه مثبت به سمت بالا است. دومندش این که شما به نظر شما این مثل همین شکلی که من اینجا کشیدم، میله که گرفتم خمش کردم، هر چقدر به سمت بی‌نهایت میرم از هر دو سمت صاف‌تر میشه، تخت‌تر میشه یا نکتیست‌ترین صفت جدید ساختن. نکتیست‌ترین قسمت این منحنی کجاست؟ خب تو مبدا دیگه. حالا جا گذاری کنی وایزگون تو صورت یکی به علاوه وای پریم به توان دو کلا به توان سه دو. اولا دقت کنید که وایزگون رابطه داره با کا، یعنی یه جورایی انگار همون رابطه‌ای که من بین تقعر که شما بلدید و انحنا ایجاد کردم، ولی دقت داشته باشید که فقط این نیست، یعنی تو مخرج وای پریم هم وجود دارد. وایزگون برابر با انحنا نیست، وایزگون رو بهش تقعر میگن، اون یه داستان دیگه است. ولی جایی که وایزگون صفر باشد مقدار انحنا هم صفر هست، یعنی جایی که نقطه عطف داشته باشم که وایزگون ده کا هم صفر هست، شو انحنا بی‌نهایته، مثلا اون چیزی که در اینجا داشتیم که. ولی در سایر حالات اینا با هم برابر نیستن. مثلا اگه من جاگذاری کنم x2 مشتق دومش میشه 2 تو صورت و مشتق اولش هم میشه 2x که میشه چه علاوه 4x2 به توان 3 دوم. خب اینا رو رسم بکنید میتونید، ولی خب چیزی که هست اگه x به سمت بی‌نهایت میل بکنه، چه از سمت مثبت x به توان 2 چه از سمت منفی، مقدار این کا صفر خواهد شد و بیشترین مقدار این تا وقتی که x برابر با 0 باشه که اگه جاگذاری کنم میشه 2. و این داره به شما میگه اولا به خاطر اینکه دو، به خاطر اینکه این تقررش به سمت بالاست. و نکته بعدی اینه که بگاش دایره‌ای که من بخوام اونجا بر این فیت کنم اون دایره چقدره، میگه شعاعش هست یک دوم، یعنی یک دایره‌ای به شعاع یک دوم. اینو خودتون رسم کنید، به نظرم تمرین خیلی خوبه هندسی و ایناست، ترسیم یه دایره‌ای به شعاع یک دوم، یعنی از اینجا به اندازه نیم واحد برید بالای دایره بکشید، خواهید که بوسان میگم بهش، یعنی میاد و لمس میکنه تابه و مماس میشه قشنگ در داخلش. و این از حالا یه نکته دیگه هم در اینجا داریم، این رابطه‌ای که می‌بینید ایراد داره، اونم اینه که این وای پریم به توان دو تو مخرج اذیت می‌کنه ما رو و باعث میشه معادلمون غیر خطی بشه و این توی مسائل خیلی ما رو دوچار چالش خواهد کرد. من تو همینجا درس مواد مسائل ویدیویی که دارم اگه نگاه کنین اشاره کردم که خیلی جا میشه از این وای پریم در مقابل یکی که کنارش هست صرف نظر کرد، مثلا میگیم یک بالا به مثلا 1000 الان 1000 رو بذار کنار دیگه، در قیاس با یک، باز دارم میگم همه چی نسبیه، یه چیزی کوچیک یا بزرگ معنی نداره، و بگم در قیاس با چی کوچیک یا بزرگ. اگه این کارو بکنم مسئله رو خطیش کردم، معادله دیفرانسیلی که اونجا به دست میاریم از حالت غیر خطی که غیر قابل حل و ایناست تبدیل میشه یک معادله خطی، در اینکه ما میتوانیم همون انحنا رو یا معکوس شعاع انحنا رو و تقریبا با همین صورت کسر برابر بگیریم، علاوه رزیجالی یه باقی مانده ای که اگر این مقدار وای پریم 2 یا وای پریم مقدار کوچکی باشه، خب من میتونم واقعا این تیکه رو کوچیک بگیرم، اینو با این یکی بذارم و معادلم اون در این حالت انحنا همان وایزگون است. پس اگه به شما بگن چه زمان وایزگون مشتق دوم انحناست، میگید وقتی که تغییرات خیلی کم باشه تو منحنی. اما تو یه چنین منحنی که اینجا مشاهده میکنی، خب این تغییراتش کم نیست، اینجا اصلا شیب صفر، اینجا هم دائمی شیب داره زیاد میشه، شما اینجا دیگه حق ندارید انحنا رو با مشتق دوم. ولی تو یه تیری در نظر بگیرید، اینجا یه تیری است که خیلی سفته، وقتی نیروی وارد میکنم یه کوچولو میاد پایین، همون یه کوچولو برای من مهمه ها، ولی تو مخرج میتونم از این در مقابل این صرف نظر کنم، اینو با وایزگون یکی بذارم انحنا رو و بعد مثلا رو بنجو. تو من مختصات قطبی یه نکته دیگه هم اینه که گاهی قدر مطلقشو میذارم، حالا مخرج که مثبت همین بغل این قدر مطلق بذاری اون میشه خود شاهنه دیگه، علامتش تقعر مهم نیست که این به سمت بالاست یا به سمت پایینه، ولی خب هر جفتشون داریم تو روابط. ولی این رابطه دیگری است برای اگه بخوای اصلا دایره رو دوباره تو اینجا گذاری کنی، دایره تو مختصات قطبی یعنی آر مساوی ثابت، معنیش آر زگون صفر میشه، آر پریم صفر میشه، اینجا هم آر پریم صفر میشه، این میشه آر 2، مخرج میشه آر به توان 3.
R2 تقسیم بر R به توان 3 میشه یک R میگیریم، همون جوابی که اینجا دست آوردیم مجدداً از اینجا ریکاوری میشه. بعد بعد وقتا هم به شما میگن یه تابعی از X و Y مساوی 0، شما شاهنهای اینو به دست دارید تو فرمولش اینجا مشاهده میکنید. و البته نوع پنجمش هم یک سری بر اساس سرعت و ایناست. من در درس دینامیک تو ویدیوهای اولش که مقدمات ریاضی لازم رو اشاره کردم، حالت‌های مختلف دیگه به جز اینایی که اینجا می‌بینید، این فقط ریاضی‌تره. اونجا با بیان دینامیکی‌تر برای یک پارتیکلی که داره با یه سرعتی رو مسیری حرکت می‌کنه، هم نحوه محاسبه با توجه به جبر برداری، نحوه محاسبه شاهنهنا و خود انحنا و اینها رو اشاره کردم. خب امیدوارم موضوع جا افتاده باشه یک بار برای همیشه که تو مسائل مختلفی که ما این صحبت از انحنا و شاهنهنا و اینا می‌کنیم، دیگه اون ابهام وجود نداشته باشه.